هست آقا برنج لنگ زور هست آدم وقتی که مادر بالا سرش نباشد ترکیبش اینجوری بشد آن سر بابا بلنج گلی بشتر یه بار نبزن آقا سر اصده همه رو من میکرد حالا خودشنی ها ما باید فکرامونی بریزیم رو هم یه طرحی، نقشه‌ای خلاصه یه فکر بکی برای آقا اسد بکنیم بله، اینجوری پیش بره هم به خودش لطمه میخوره هم به کارش حالا به کارم هم لطمه میخوره بماند از قدیم الایام میگن دوستان در غم و شادی باید یار و یاور هم دیگه باشن ناصر خان اینو در مورد شریک زندگی گفتم پدر جان با لوقت که آقا اسد در طول روز جنابالی رو میدید هیچ کدوم از شرکای زندگیشو نمیدید هپ 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 روام والا من توی این هفت هشت در روزه که آقا اسد توی مغازه میخوابه هر روز اسبش سر زدم اما هیچ جور حالش خوب نمیشه جوک براش گفتم بر رو بر نگام کرده حتما بیمزه بوده حوادث روزنامه را براش خوندم دیدم تو فکر خودش نه خیر فایده نداره ایزنس بفرمایید یه تلفن من خیال کردم شما طرحی نقشه چیزی برای آقا اسد داری ناصر خان شما ادامه بدین بنده از سایه خدمت میرسم تلفن ما صفر رو نمیگیره همه اونه که دستشون به دهنشون میرسه تلفناشون اینجوریه آج دفعی نه این که دفعی اولته من یه پیشنهاد دارم الو بفرمایید میگم چطور ارائهش کنیم یه سفر تریپی چیزی بره تلپ بله فایده نداره اون هر جا بره کوله بار غم و غصه‌ش هم با خودش میبره تازه کجا بره؟ بله شمال که سرد جنوبم که سیل اومده پس چیکار کنیم دایی؟ بابا ناراحتی اون از جای دیگه است سنی ازش گذشته زن و بچه میخواد آخه اینو چجوری باید حالی اون مادر کرد مرزا دروغ میگه من دروغ میگم نه بابا آساتون بخیر یادش بخیر چه دورانی بود دست جمعی سر شبا جمع میشدیم سلمونی آقا اصلا نمیشه میگفتیم و میخواه باشه فهمیدم همه رو باد با قربانت باشه 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 قربانت خب شما چی میگی؟ راجبه چی؟ واسه چی جلسه گذاشتی؟ من یه کاری پیش اومده باید زود برم خیلی ممنون ناصر خان اومدی وقت گذاشتی
برای مشکل دوستت فکرت به کار انداختی؟ راه حل پیدا کردی؟ واقعا که هر که دوستی مثل جناب عالی داره ها دیگه غمی به روزگار نداره. شیگو میخوای دختر جان؟ کجاست؟ چی کجا؟ یه خوتی اینجا بود ره دیگه نمیدام نمیدونم دوستش داشتی؟ بار دیگه ندارم نه نمیخوام گول ندارم عیبی ندارد من اینم همین جوری دلم بخواد بدم بگو متشکرم بار دیگه ندارم علیکم احوال شما چطوره؟ آقای خمارلو چطوره؟ هرچان خوبه؟ چه بکنم؟ خوب است. اوامری باشه. خواستم ببینم این خانومی که وقت و بی وقت میاد به حسد آقا سر میزنه کدام خانوم؟ همینه که یه بانه میشستن دیگه. آها حالا فهمیدم مادر آقای یوسف خود بانه بگی. میخواستم ببینم چه وقتا میان اینجا. اینجا برای چی؟ آخه من برایشون یه اتاق خالی پیدا کردم. ای بابا از وقتی که اینا از اینجا رفتن اگر شما رنگشو ندیدی ما هم دیدیم بیچارا آواره شدن مادر جان. آخه اون که یه جوری نمیاد که شما ببینیش. خواهش میکنم این حرفا چی هستی شما بزنی؟ من اگر یه دنه گنجشا بخواد دوروبر آقای مغازه واسط حرفه بزند میبینمش مثل یه دنه عقاب. من به همه اینجا نظارت دارم مگه میشد یعنی؟ راست بگی؟ بله بس چی؟ همین الان چند روز از یه دنه خانومه یا زاقسی های آسد از جوب میزنن. خب چه شکلیه؟ چه؟ ای؟ اصلا شکل شما؟ خود شمایی بابا شد با عذیت هم بگنی؟ حالا فهمیدم شد. من چه میدونستم؟ اصلا این تصمیم رو پیش خودش گرفته بود از اولم معلوم بود. من چه میدونستم؟ راست میگه چه میدونست یه کاسه ای زیر نیم کاسه نیست. خیال میکرد پس شماها خودتونو بذارین جای من. یه مرتبه دیدم اسدی که صبح میرفت سر کارشو میومد و این خیالش نبود به سرش زده زن بگیره. خب آدم هزار جور فکر و خیال میکنه دیگه.
فکر و خیال برای چی مامان جون؟ خب فکر کرده این زن براش مناسبه. حقم داشته. بالاخره یه زنی رو مطابق با شرایط خودش پیدا کرده. همین. اصلا مامان یه زنی سرد و گرم چشیده. خب خیلی بیشتر به درد اسد می‌خوره. مادر جون، اینه که به من نگفت که می اومد میشست رک و راست حرف دلشو به من میزد. اقلا حالی میکرد. گفت به همون زبونی که مردم زمان فردوسی طوسی با هم حرف میزدن و حرف همدیگر رو میفهمیدن گفت. اما خانوم کو گوش شنوا؟ به جای این حرفا یه فکری بکنیم، یه چاره ای بکنیم. چه چاره ای خانوم؟ کاریست که خودتون خراب کردین. سبوییست که شکسته، آبیست که ریخته. دیگه چی کارش میشه؟ حالا اینقدر سرکوفتم نزنین، اینقدر ملامتم نکنین. من که خودم گفتم پشیمونم. آقا جون بسته تو رو خدا. مامان جون تو رو خدا گریه نکنی. خب ناراحت نباشین، درست میشه. بله فقط احتیاج به زمان داره. اسد دیر یا زود بر میگرده سر خونه زندگیش. این که بسته آقا ناراحتی من که فقط اسد نیست. اون دو نفر که آواره شدن چی؟ بله نمیاد. دل آدم میره. هرچند تو دو سه ساعت دیگه میاد. دلت ما میشه و عیب نداره. لابد الان میگی که نکش این صاحب مرده رو برات بده. مگه دکتر نگفتش نکش؟ منم میگم چشم نمیکشم. خیلی خوب میذارم زمین. میخوای برم نامه آخری یوسف رو بیارم یه دفعه دیگه با هم بخونیم ها؟ اگر یوسف همو یکی دیگه از دستم گرفت اسدمو خودم باعث شدم. این سر شوریده باز آید به سامان. غم مخور. چه دوی زن بی کسی تنها را آلاخون و آلاخون کردم. شما که فکر نمی کردی اینطوری میشه که فکر می کردی؟ نه من که تا حالا آزارم به یه مورچه هم نرسیده بود. نمیدونم چطور شد. کاش اون روز پاهم میشکست و در خونش نمیرفتم. گفتی پای شکسته، یادم اومد که پای پسر اون هم شکسته بود. باید پیداشون کنی. بله هر جای این شهر که باشن
باید پیداشون کنی. خانم تریلی با بارش تو این شهر گمشه، نمیشه پیداش کرد. اگه شما نمیتونی ها، من خودم پیداشون میکنم. نه 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 نه، خودم اقدام میکنم. اگه شده گوشه به گوشه این شهر زیر پا بذارم ها، بالاخره پیداشون میکنم. عرض کردم خودم فوری اقدام میکنم. همچی میگه فوری اقدام میکنم، آدم یاد کارهای اداره ای میفته که 18 سال طول میکشه، دیر میشه. فردا صبح اول وقت اداری خودم فوری اقدام میکنم. ببخشید ما اینجا وسیله پذیرایی نداریم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. سر شما درد. خیلی هم ممنون آقا. قربان شما. قرض از مزاحمت جناب آقای ستون زاده. بله. من راستش میخواستم برای یه امر خیری از شما کمک بگیرم. با کمال میل، من در خدمتم. شما اینجا یه همسایه داشتید، این جنب آرایشگاه. بله بله بله، اما از اینجا رفتم. اطلاع دارم، میخواستم ببینم چجوری پیداش کنیم. والا کسی خبری از ایشون نداره. ما اگه بتونیم ایشونو پیدا کنیم، بله، این مشکل به خوبی خوش انشالله حل میشه. بله بله متوجهم، اما اگه این مشکل حل بشه، راضی کردن خانم والده اسدآقا به این سادگی ها نیست. نه خیلی، ایشون خودشون اصرار دارن که پیداشون کنیم. ورق برگشته دیگه آقا. عجب. بله. فرمودی فامیلیشون چی بود؟ بله چه عرض کنم، مثل که شاغل بوده. بله 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 شاغل بودن ایشون. بله. کجا کار میکنن؟ بله چه عرض کنم. پس نشونی زیاد داری. اما نبا زیاده نامید شد، بنده هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. ما داریم و نداریم، یه اسد آقا داریم و سلام. بفرمایید چه دیگه هست؟ دستتون درد نکنه. نوش جانم. اسمش یوسف بود. اسمشو که همه میدونیم، فامیلش چی بود؟ فامیلش آیوسف یوسف خان. باز میگه یوسف. یوسف بخوره تو این سر من. این همه که میومد پیش تو با بی بی بازی میکرد، نپرسیدی فامیلش چیه؟ انسان باید منطق داشته باشد آی ستون. به من چه ربطی داره که اسم فامیل مردم هم بپرسن؟ بابا فامیلش که چیزی رو حل نمیکنه، باید محل کار مادرش رو پیدا کنی، یا حداقل مدرسه یوسف رو. نفهمیده کدوم مدرسه میره؟ عرضم به خدمتتان مردسه از اون طرف میرفت. ای بابا عجب نشونی، 50 تا مدرسه اون طرفه. پیدا کردم. چی را؟ پیدا کردم. چی را؟ بگو باریکلا، بگو احسن، بگو آفرین. باریکلا، احسن، آفرین. آقای منطق دارد میگی یا باز بذارم تو سرم؟ گربانم سرت دارم. مدرسه آیوسه من پیدا کردم. خوب خوب، آقا مجید مدرسه شه بلده. چطور؟ اون روزی که پای آیوسف تو مدرسه شکسته بود، آقا مجید با ماشین لسی رب مدرسه اونه برداشت برد در منگا. راست میگه یادم. آفری احسن، باری کلا، ماشالله، دست مریضا اصلان جان. بذار ما چت کنم. ای نگفتم که باکش کنی دیگه. ببینم چی کار میکنی آقا مجید. اگه از عهده این کار بر بیای، اون وقته که میفهمم آقا مجید میره چی میاد. خیالتون راحت باشه دایی. برو ببینم. وایزه. برو به سلام. آقا برو کنار. آقا برو بازی در نمیاد. تخت باز نمیاد. حواست باشه. آقا
الو قربان سلام عرض کردم. به به جناب آقای ستونزاده سلام عرض میکنم قربان. حال مبارک چطوره؟ خب آلو جان خودتی؟ بله قربان خودم هم در خدمتتون هم. پیدا کردم. چطی میفرمایید؟ آره به جان خودت. این مجید آقای ما گل کاشته. دردش درد نکنه. خیلی زحمت کشیده. مرحبا. آقا مرحبا. به این میگن یه دوست حقیقی. خب آلو جان. جانم. البته محل کارش پیدا کردم. تو یه فروشگاه کار میکنه. خب میشه نشونیشو بدین؟ یادداشت بفرمایید. چشم. قلم کاغذ. اجازه بفرمایید آقا. خواهش میکنم. بفرمایید. یادداشت بفرمایید. بله. میکنه. نه بابا اسد همچنان بستنی بنیست. حالا میگه چی کار کنید؟ هیچی دیگه شما برو جلو. وای قد حالم بده نمیدونی داره دل از حلقم میاد بیرون. به خودتون مسلط باشین مامان بری جلو. خب نمیشه تو هم با من بیای؟ نه اصلا این کاریه که شما خودتون خراب کردی خودتونم باید درستش کنی. بریم جلو. خب من چی جوری برم آخه چی بگم؟ زود باشین. خانم اومدم با هاتون حرف بزنم. چه حرفی؟ شما که هرچی دلتون میخواست به من گفتین و رفتین. دیگه چه حرفی باقی مونده؟ هنوز یه حرفای باقی مونده. چندی؟ 999. تو بیده بگین 1000 تومن. شما گفتین دست از سر پسرم بردار. منم رفتم دنبال زندگی خودم. دیگه چرا اومدین اینجا؟ من بد کردم. بد کردین یا خوب بلایی رو که بعد سر من و پسرم بیارین آوردین. شک دل آدم رو سیاه میکنه. از دل سیاه هم جز تهمت و بدگویی چیزی بار نمیاد. چرا اینا رو به من میگین؟ من دلم رو پاک کردم. تو هم دلتو با من صاف کن.
اومدین به من همینا رو بگید؟ دیگه برای شما چه فرقی میکنه تو دل من چی میگذره؟ من مادرم، مادر منم مادرم، برای همینم حال شما رو میفهمم. هیچ کینه ای هم از شما تو دلم نیست. حالا میتونین با خیال راحت تشریف ببرین. خدا حافظ شما. اون اولی رو میگم میشه نشونی خونتو به من بدی؟ دیگه برای چی؟ اگه اجازه بدی میخوام بیام خواستگاریت. داواد انگوری خسته شدی آقا اصلا؟ خدا نکند خانم، باید تو عرصی و اصلا دادم خسته میشه. اینقدر این مرد ما محبت کرده است که اگه 100 سال شبانه روزا خدمت کنیم یه لحظه محبتاشو نمیزنم جبرا کنیم. تا باشن از این شادی ها باشن ما هم خدمت گذار باشیم. خیلی ممنون. کی باشه ایشالله عروسی یوسف نوه کوچولوی خودم. ایشالله
اینم سبزی خوردم. دست شما درد نکنه. اینجا خوبه؟ وقتی مهر کسی به دل آدم میشینی هر کاری که بکنه خوبه. فقط یه خورده بذار بالاتر. خب همه چی گذاشتیم سر سفره. قرآن آین شمدون، کاسه نبات و سبزی خوردن و تخم مرغ، خنچه اسفند و نون سنگک، شمع و گل شیرین، اینم که کله قند. فقط یه چیزی یادمون رفت. چی مادر؟ سوزن و نخ هفت رنگ برای دوختن زبون مادر شوهر. زبون مادر شوهر با مهر و محبت دوخته شده، دیگه نخ هفت رنگ لازم نیست. شوخی کردم مامان جون، به دل نگیر. خب تو هم دختر اون بابایی دیگه، هر چی دل تنگت میخواهد بگو. وای مردم از دل شوره. چرا؟ خب این بلوک هم نیمد که لباس منو بیاره. امشب این خانه بهشت است که جانان اینجاست. اینجان آی بای جان ده. نسای سر شما تموم نشد، الان مهمونا سر میرسن. نمیخواد حالا گارسونش کنی؟ ایسلاید اومدیم وقت میبره کانون. سود باشین دیرا. چش حولم نکنیم. از شما چه پنهون، خیلی وقتی کار نکردم. این دستپنجرم خوش شده. حالا سری که برای دستگر میزده بشه چه مجونی عذاب در میاد بمانه. چطور شد؟ حالا دیگه دومات شدی کرکاری میکنی؟ آره؟ خب باش آقا جان باشه. شب زفاف که من صبح پادشاهی نیست، به شرط آن که پدر رو پسر کنند داماد. بله؟ با چشم پشت سرم ببینم. بیا. عالی شد. بهتر از این نمیشد مدل 20 سال پیش پیاده کرد. چه کنم دیگه، متاعی رو که 20 سال رو دستم مونده باد کرده، بایدم با مدل 20 سال پیش قالبش کنم بره آقا. بفرمایید. دست شما درد نکنه. شما چرا رفت؟ من خودم جا رو میکنم. نه خواهش میکنم. استدعا میکنم آقا، شما امروز خیلی مقام دارین، جاروکشی بهتون نیومده. شما خواهش میکنم بفرمایین عموم کنین، لباس دامادی بپوشین، بذارین بندم به کارم برسن. خواهش میکنم. برو آقا جان، برو جانم، مزاحم بابا نشو. برو. بفرمایید. اینم عمه خانوم. سلام آتیک، خوش اومدی. سلام خاندادا. جارو کشی افتادی. چه کنیم عروسی اصلا دیگه. جشن دلت روشن. دکتر سلامت باشی. صفا سلام عمه خانوم، خوش آمدی. چه عجب. واقعا چه عجب. گفتم هر طوری شده باید بیام. شیرینی این عقد کنو خوردن داره. بابا 20 ساله که فامیل چشم انتظاره. عوضش اگه اینقدر صبر کردم یک عروس اونجور که دلم بخواست گیرم اومد. حالا بیا بریم ببین، سفره عقدش خودش انداخته، لباس عقدش خودش دوخته، از هر انگشتش هزار هنر میباره. بزرگترین هنرش اینه که دل تو رو به دست آورده. زن داده بودن. دست درد نکنه. بفرمایید تو برو. تو که دامادتر از من شدی عمو. حالا بهتر شد. خب پاشو بریم پایین، الان آقا پیداش میشه. آقا میاد چیکار میکنه؟ آقا میاد دعا میخونه، اون وقت من و مامان زن شوهر میشیم. عمو اصلا جونه
میشه وقتی آقا اومد بهش بگی یه دعا بخونه تا شما پدر من بشین؟ چرا نمیشه عزیزم؟ وقتی اومد حتما بهش میگم. این همه سفارش کردم آخرش هم ناقص تحویلم داد. حالا عیبی نداره مامان، درست شد دیگه. خب اسباب زحمت مهرنگیز شد. چه زحمتی؟ کاری نداره، الان تموم میشه. ماشاءالله ماشاءالله، تر و فرزم هستا. خب عروس منه دیگه. خواهر عروسمونم دست کمی از خودش نداره عمه جون. عاطفه سرت گرمه، بچت بیدار نشه یه سری بهش بزن. نه مامان تازه شیر خورده، حالا میخوابه، خیالتون راحت باشه. خانم این جورابای من کو؟ کدوم یکی؟ همین که عاطفه خریده بود. داد به خودت که؟ به من نداد. خب الحمدلله ما هرچی داریم تبلی شماست. من که الان اصلا حواس ندارم. حتما این گلگوشه های یه جا انداختی، برو پیداش کن. تو آشپز خونه که نیست، لابد تو صندوق خونه است. اونجا هم که ورود ممنوعه. خیلی خوب، یه دقیقه صبر کن میگردم. خانده داشت. بله. حالا نمیتونی پیاده بری؟ چشم آبجی، چشم. والله تموم شد. دست درد نکنه مادر. نه شما درد نکنه. این اسد هم که رفت بالا موند. ما شنیده بودیم که عروسا دیر حاضر میشن. زبان نه، کشمشی نه، میوه نه. پس چی بابای شما؟ زیبا بودو این بالا بگیم دایی اسد زودتر بیاد پایین. بودو مادر، بودو این خانوم بالاخره تکلیف این جورابای ما چی شد؟ ترکیبش روشن است آقای خمارلو، جورابای من نو است، درانم شما بپوشی. دست مدد نکنه، نه خیلی بوی یه لحظه نیاد، حالا نه هر وقت من گفتم بیا. حالا بیا دامادی چقدر قشنگ شده. آره به دست افته، شبیه جمعی باباش شده. ماشاءالله تو جیبه. این تو جیبه چی کار بده؟ بده به من آقا جون، بده به من. این مادر جرابای من عوضی گذاشته تو جیبه تو، اون وقت به من میگه بگرد پیداش کن. میخوای چه خبر باشه؟ سفره عقدو میچینم. آمدن میخوام سفره عقدو تماشا کنن یا قلعه منه؟ نه به جون، سفره عقد خودتو تجیب بیارید. بخ بخ بخ، دست شما درد نکنه، چقدر زیبا، چقدر قشنگ. اون چیه؟ شاخ نموزی بسرم. برای چیه؟ برای شیرین کامیه. اون رنگیه چیه؟ اسفنده. برای چی خوبه؟ برای رفع قضا و بلا. نون برای چی خوبه؟ نون نشونه برکته، نشونه نعمته، سبزی هم نشونه خرمی، آب و آینم روشناییه. چی آینار گذاشتین تو سفره؟ چرا گذاشتین تو سفره؟ برای اینکه عروس و داماد زیر سایه الله به خوبی و خوشی و خرمی زندگی کنن، دلشونم مثل اون آب و آینه روشن باشه، کامشونم مثل این شاخ نبات شیری. مچه یه دونه خوار کچولو هم برای تو بیارن انشاءالله. انشاءالله. سلام. به 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 به، از این بهتر نمیشه، همه فامیل جدید قدیم جمع که تا شلو پلو نشده باشید یه عکس ازتون بندازم. یه جان دیگه سب کنم بگیم. سب کنم بگیم. من یه یه ذر جمعتر با محبتر، با محبتر بسره. اصلا بیا، اصلا خواهم بیا. آره بی 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 که نمیشه بودو. بیا شما بیا ذری بردار. آزه بیزر خوبیه. اصلا جا یه ذری بی بی رو بیار. آقا حاضر؟ همه بخند؟ لبخند داری؟ بابا جا نگاه کنی چرا؟ حاضر؟ اوکی؟ بره؟ بس بایست یکی دیگه هم خودم بیام. همون جور تکون نخورید، تکون نخورید من کن. آقا جور بوده شما بشید. نه 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 خوبه، همون جور خوبه. یه جا برای بلوک بذار اصلا. باشید باشید. بله بی بی، بله بی بی.
گفت من رقص ندانم به سزا، مطربی نیز ندانم به درست، بهر حمالی خواندند مرا، کاب نیکو کشم و هیزم چوز. احسن، آفرین آفرین. آزاتون سلام عرض کردم. بخور برادر من بخور، بیری تو اندق بلا بیری. ولی میگم دفلک آقا ستون اصلا فکرشو نمیگرد یه روز با دستای خودش باعث بشه یه همچین ولیمه ای بده. خودم کردم که رحمت بر خودم باد. رحمت این جانب اسران گمخار. بشین بابا آقا اسران، بذار غذامونو بخوریم. چرا همچه میگین آقا اسران؟ میخوام دوست به کلمه حد بزنیم. نمیخواد بابا بخور، غذاتو بخور از دهن نیفته. بیا آقا اسران بخور. آجفری خوش کردم ناصر خان رو سیاه کنیم. بگو تلفن میخوادش. ناصر خان آره آره ناصر خان. دونه آقا جعفری تلفن با شما کار داره. داشتیم آقا جعفری. بله به جون عزیزت نباشه، به جون همین آستوتو، من تا 6 سیخ دیگه کباب نخورم پای میز بلند نمیشم. میترسم گیری باز کنی مجید آقا بوکسرت کنه ببره اگه شافنر نشکنه. شما ارتشه بخوره ارتشه. این جانب اصلان غمخوار. اصلان غمخوار جون من بشین. تو هم زیم میکنه بابا. بابا جونم چشم بفرمیم. بخور بلوک جان، چه نقدر رو در باسی میکنی عزیزم؟ جان اصلا جا ندارد این جارتون ها بگید بابا یه دارد کنجن برای این بیبی ما بیارد دیا. آقا متی یه چند تاشت چاو برده بیا برو بر همه بیا. آقا سوزو من نمیخورم. نه آقا ندارم جا ندارم برو بینه دارم سنگ تموم بزنیم. این جانب اصلان غمخوار. اصلان غمخوار آقا ناصر بابا بذار ببینیم. نمیخواد دو تا کلمه حل بزنه. بذار ببینیم چی میگه. بگو اصلان چی میخواد بگه دایی. دایی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بی 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 نمیرم خونه. هیچ هم این صحبت ها نیست. چی گفت من میخواد یه همچی حرف بزنم؟ بگو اصلان جان بگو ساکت. آقایون ساکت بذاری ببینیم چی میخواد بگه حرفش بزنه. بگو نطقه دو آقا اصلان نیفتی. این جانب اصلان غمخوار. ببیا دست بزنیم بسرش. آقا نصر میخواستم از طرف دوستان آقای ستون
آقای جعفری، آقا مجید، آقا ناصر و دوست عزیز بیبی مهربان، این وصلت ها به شما تبریک بگم. آفرین. البته اینم بگم ها، این زندگی زناشویی شما باید منطق داشته باشد. آقا بلد شده حرف بزنه. آفرین آقا هستا به افتخار شادامان، به افتخار آقای ستونزاده عزیز که این ولیمه مفصل دادن، شدیدن کف بزنید.